شنوندگان عزیز، بیننده برنامه خاوران هستید. برنامه خاوران برنامه‌ای هست برای پیشبرد امر دادخواهی، برای عدم فراموشی به جنایتی که اتفاق افتاده. مرسده قائدی هستم همراه شما و میتونین این برنامه رو هر دوشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از طریق کانال جدید بینندش باشین. بعد برنامه امروز در ابتدا در مورد اخباری که یکی دو هفته اخیر پخش شده در روزنامه‌های ایران و در سایت‌های متفاوت در مورد تبدیل شدن بازداشتگاه اوین به پارک با هم صحبتی خواهیم داشت و در بعد از اون طبق روال همیشگی شهادت یکی از شاکیان جمهوری اسلامی را در دادگاه ایران تبرا براتون پخش خواهیم کرد، شهادت تحمیلی گشتاسپی. امیدوارم که فرصت داشته باشین پای صحبت ما بشین. 21 اردیبهشت قالیباف طبق خبری که اعلام کرده، توافقی که با شورای عالی قضایی کرده، میخوان زندان اوین رو به پارک تبدیل کنن. زندان اوینی که دو دهه درش جنایت اتفاق افتاده، از زمان شاه، از زمان شاه این زندان درست شد و در ادامش بعد از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی بلافاصله همچنان زندان اوین مورد استفاده قرار گرفت و از سال 60 می‌بینیم 59 و 60 زندان اوین با اینکه به همت مردم در اون زمان زندان اوین هم مثل زندان‌های دیگه درش باز شد و مردم رفتن و اون زندان رو دیدن و دوباره بعد از سال 59 زندان اوین دوباره ادامه شکنجه و ادامه تیرباران درش شروع شد. زندان اوینی که بیش از 3 دهه مرکز جنایت، مرکز شکنجه و مرکز تک تک منطقه های زندان اوین شاهد جنایتی که جنایتکاران جمهوری اسلامی و سابقی ها کردن در اونجا. جنایتکاران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که این مرکز جنایت و این مرکز شکنجه رو به پارک تبدیل کنن. اوین از آسایشگاهش گرفته، از بند 350ش گرفته، از اتاقهای شکنجهش گرفته و از سلول 209ش گرفته و از آسایشگاه و آموزشگاه و از حسینی ارشادش تاریخ یک دوره شکنجه، یک بیش از دو دهه شکنجه و جنایته. کسانی که شاهدان این جنایت هستند، تپه اوین شاهد تیرباران انسانهایی هستند که با سرود زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم اونجا به جوخه اعدام سپرده شدن. شاهد کسانی هستند که ایستاده مردند و جلوی لاجوردی سرخم نکردند. تپه های اوین شاهد کودکان 16 ساله‌ای هستش که در مقابل گیلانی ها و لاجوردی ها سر تعظیم فرود نیاوردن و در عرض 24 ساعت اینها رو در تپه های اوین تیرباران کردن. زندان اوین زندانی هستش که تک تک کسانی که در اون زندان بودن و هستن میدونن چه جنایتی درش اتفاق افتاده. جانیان جمهوری اسلامی قبلا زندان کمیته مشترک که اسمشو گذاشتن موزه توحید و زندان قصر رو به موزه تبدیل کردن و دیدن بازندن، چون شاهدانی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به اونجا خواهند رفت و تک تک اون چیزهایی که در اونجا اتفاق افتاده این وقایع رو به دنیا اعلام خواهند کرد. من خودم یکی از شاهدان این جنایتی که هستم، در سال 50 از زندان قصر گرفته اونجا به ملاقات برادرم رفتم و در سال 50 به کمیته مشترک زمان شاه از کمیته مشترک استفاده می شد و در زمان جمهوری اسلامی توحید و کمیته 3000 استفاده کرد.
اما این بار تصمیم گرفت زندان اوین رو به پارک و مرکز تفریحی تبدیل کنه. زندانی که کمتر کسی از شماها که پای صحبت من نشستین الان اسم از این زندان نشنیده باشین. شاه سال 50 خیلی از مردم ایران از این مکان با خبر نبودن، ولی امروز با اوج مبارزاتی که در ایران وجود داره و بعد از انقلاب 57 دیدیم که الان کسایی که شما و حتی خیلی از کودکان، فرزندان، بچه های 8 و 9 ساله از زندان اوین شنیدش میشنون، چون همین الان میبینیم بعضی از اینها یا مادرشون یا پدرشون در زندان هستن. و این مرکز و این مرکز که جنایت جمهوری اسلامی در واقع جنایت دو دهه رژیمه میخوان به پارک تبدیل کنن، ولی ما نمیذاریم که این جنایت به فراموشی سپرده بشه. ما اگر اون به پارک تبدیل بشه، تک تک اون درختایی که اونجا نصب بشه، ما یاد عزیزان در اون روی اون درختا اسم اون کسانی که تیرباران شد رو حک میکنیم و به دنیا نشون میدیم و به دنیا خواهیم گفت که اینجا مرکز جنایت های جمهوری اسلامیه. جانیان جمهوری اسلامی میخوان فکر میکنن با پارک کردن زندان اوین حافظه تاریخی مردم رو میخوان از بین ببرن. جنایت هیچ وقت فراموش نمیشه. البته همیشه جنایتکاران تجربه جنایت دولت‌های جنایتکار دیگر رو استفاده میکنن، چون الان میبینن از دنیا میرن بر آلمان و لهستان، از مراکزی که هیتلر شکنجه کرد، از کوره های آدم که انسان ها رو در کوره مینداخت و از زندان های دوران نازیست دیدن میکنن و اینها میخوان که این اتفاق در ایران نیفته و این کار رو میخوان انجام ندن. برای اینکه من یه خاطره دارم، زمانی که به کمیته مشترک رفتم یکی از این بازجوها به من گفت ما تجربه زمان شاه رو داریم، نمیذاریم در زندانها رو مردم وا کنن و حلقه های گل گردن شما بندازن، ما تک تک شما رو اینجا خواهیم کشت و نمیذاریم خبری از اینجا به بیرون درس کنه. ولی مبارزات شما مردم، مبارزات ما خانواده ها و مبارزاتی که تا الان جریان داره اینها رو وادار کرد که بخشی از ما اومدیم و داریم از اون جنایت و از اون تاریخ داریم براتون میگیم. و همونجا طبق همون استدلالی که اون زمان کرد میخوان مرکز جنایت رو از بین ببرن و مرکز جنایت رو میخوان به تفریگاه تبدیل کنن، ولی این با این نمیتونن این کار رو بکنن. همینطور که نتونستن کمیته مشترک رو با اینکه موزه کردن اومدن از رفسنجانی و از جنایتکاران که زمان شاه زندان بودن اونجا عکس گذاشتن، در صورتی که ما زمانی که سال 61 به کمیته مشترک رفتیم در روی دیوارهای زندان اسامی بچه هایی را که سواک زیر شکنجه قرار داده بود با خون خودشون رو دیوارها نوشته بودن و حتی بچه هایی که اینها دوران این جانیان جمهوری اسلامی دستگیر شد تمام اسم بچه ها به روی دیوارها هست که من شنیدم که کمیته مشترک رو تمام اون اسامی رو پاک کردن و موزه‌ای از زاویه خودش و از زاویه دید خودشون اون موزه رو تبدیل کردن. ولی جنایت هیچ وقت با موزه‌ای که جمهوری اسلامی درست کنه و با پارکی که اگر بخواد جمهوری اسلامی درست کنه، جنایت هیچ وقت به فراموشی سپرده نمیشه، چون تک تک کسانی که الان در ایرانن و تک تک کسانی که الان عزیزانشون در زندان هستن نخواهند گذاشت که این جنایت به فراموشی سپرده بشه. برای اینکه این مرکز و این منطقه شاهدانی داره که تک تک اونها میتونن صفحه ها، هزاران صفحه از لحظاتی که اونجا بودن بنویسن، از مکان تک تک جاهایی که
در اون از راه راهای اوین و از حسینیه اوین که زمان جمهوری اسلامی درست شده بود که در زمان شاه حسینیه نداشت و لاجوردی حسینیه رو درست کرد و همون حسینیه مرکزیه که لاجوردی جلوی زندانیان رو میزد و همون شاهد جنایت هایی که لاجوردی ها مشتبای ها و خیلی از کسانی دیگر این کار رو کردن و برای همینه که ما باید از این جنایت ها بگیم، ما باید نذاریم که این تاریخ به فراموشی سپرده بشه، که من مطمئنم که این تاریخ به فراموشی سپرده نخواهد شد و ما اوین را به مرکزی تبدیل خواهیم کرد که از دنیا بیان و جنایت دو رژیم رو اونجا ببینن، جنایت رژیم شاه و جنایت جمهوری اسلامی. در ادامه برنامه با ما باشین برای دیدن شهادت تهمینه گشتاسپی. من 1361 دستگیر شدم، من رو به کمیته مشترک منتقل کردم. من در کارخانه تولید دارو کار میکردم که در فعالیت در شورای کارگری نقش داشتم. منو برای مدت 6 ماه که فعالیت تشکیلاتی داشتم به کمیته مشترک منتقل کردم. در اونجا زیر بازجویی قرار گرفتم. بازجویی من به این شکل بود که اولین روز اسمی رو که گفتن، اسم مستاری که برای من مثلا مطرح کردن و تمام اون مدارک رو که از من داشتن، من همه رو روز اول انکار کردم به خاطر اینکه دقیقا نمیدونستم چه اطلاعاتی اینا از من دارن. به خاطر این انکار بازجو من در یه اتاق قرار داد و روز اول برای من عجیب بود که فقط 2-3 ساعت فقط منو با دمپایی منو میزدن که من اعتراض کردم. علتش که به من گفتن زن نجس، یعنی چون اعلام کردم که نمازم نمیخونم، چون ازم خواسته بود که گفته بود نماز میخونی، من گفتم نمیخونم. در واقع به خاطر زن بودن که دستش به من نخوره و به خاطر اینکه اعتقادی به مذهبشون نداشتم نجس محسوب شدم. به این دو علت بود که منو بودم پای میزن. بعد از اون منو پیش حاج آقا امین که مسئول تعیین تعداد شلاق‌ها بود توی کمیته مشترک، منو پیش اون بردن. حدود گفت حاج آقا این انکار میکنه، دروغ میگه. و اون حاج آقا امین گفت 500 ضربه من برای دروغ‌هایی که تا حالا گفته و 700 ضربه برای دروغ‌هایی که از این به بعد خواهد گفت، 1500 ضربه حکم شلاق برای من تعیین شد. که خوشبختانه من این تعداد رو نخوردم، چون به محضی که منو خوابوندن شروع کردم به شلاق زدن، یه لحظه که بازجو رفت بیرون، من چون این پام خیلی لاغر بود از تناب و از پام در آوردم و سعی کردم برم زیر میز شکنجه قایم بشم. و من 23 سالم بود و تب مار داشتم وقتی دستگیر شدم، شدیداً مریض بودم. ولی تو اون لحظه که برای چند لحظه رفت و سیگار بکشه سرکم برگشت و شروع کرد به زدن، بعد منو باز کردن، تناور باز کردن، منو آوردن بیرون، بردن توی اتاقی قرار دادن، من رو به دیوار وایسادن و یکی از پشت که هم پرونده خودم بود اونو پشت سر من قرار دادن و ایشون که وقتی که به من گفتن اسم تو بگو و ایشون گفت بله من اینو میشناسم فلانیه، یه مقدار اطلاع داد. من کینه از این هم پروندیم به دل نگرفتم، بیشتر اون نظامی رو که در واقع زندانی ها زیر فشار قرار میده که در مورد هم مجبورشن این اطلاعات رو بدن و هم دیگر ببرن زیر فشار، من اون نظام فاشیستی رو محکوم میکنم.
توی دادگاه خیلی برای من عجیب بود که من از بچه های دیگه پرسیدم هم چیزی تو دادگاهشون اتفاق نیفتاد بود. وقتی که منو بردن تو دادگاه کسی پشت من وایستاده بود که من حس میزنم بازجو بود، چون هم پرونده من اطلاع داشت، هم صدای همون بازجوی بود که همیشه به من میگفت دروغ میگی. بازجوی من وقتی منو میخواستن حکم به اصطلاح پرونده اون بررسی کرد حاکم شهر، با چشمم بودم، من کسی رو، یعنی اون کسی که در واقع داشت حکم میداد من ندیدم. حاکم شهر گفت میخوای چیزی بگید؟ بازجو که پشت سر من بود گفت حاج آقا این دروغ میگه. انقدر این کلمه رو تکرار کرد من دوچار استرس شده بودم که این منو به محضی که بودم حتما انا اینجا از این دادگاه ببره حتما میره میخوابونه، چون میخوابونه دوباره میزنه. این سعی کرده بود که اون حکم که قراره به من داده بشه تا اونجایی که امکانش هست حد اکثر حکم رو به من بده. بعد من که به هر حال حکم که به دادن ابلاغ کردن، بعد از 4 سال من تجدید محاکمه بسا تجدید دادگاه شدم. بعد به من گفتش که ما شما گروه ها رو محکوم کنین. گفتم من اینا نیروی سیاسی جامعه هستم، من به خودم اجازه نمیدم اسم گروه به اینا بیارم. به خاطر همین دوباره حکم من برگشت 8 سال شد. یکی از نکاتی که خیلی من فکر میکنم باید تاکید بشه که این دادگاه بررسی کنه، مشکل بچه بود که بسیار دچار ناراحتی روحی میشدن. یکی از این بچه ها نجلا قاسملو بود. نجلا کسی بود که توی آمریکا دست تحصیل کرده بود، برادرزاده همون قاسملو بود که ترور شد. نجلا وقتی که آزاد شد بهش دارو میدادن، ولی وقتی که آزاد شد نجلا همیشه فکر میکرد که دارن دنبالش میکنن که بگیرنش. تو فرانسه توی خونه مادرش خودشو از پنجره پرت کرد پایین، خودکشی کرد و کشته شد، فقط به خاطر که فکر میکرد دارن دنبالش میکنن، میخوان دوباره دستگیرش کنن. یکی دیگه وضعیت بچه های کوچیک زندان من، وقتی که توی کمیته مشترک بودم بچه 3 سالی که منو پشت یه سلولی گذاشته بودن که بچه 3 ساله‌ای مادرش رو که پاش خونی بود میبردن برای پانسمان، به مادرش میگه دستاتو بذار رو شونه من. به مادرش من نمیتونم اسم این بچه، البته روزبست توی اروپا الان زندگی میکنه، من اینا رو سند دارم، دستشو میذاشت روی شونه مادرش میگه مامان چرا پات خونیه؟ مادرش میگه من از پله‌ها افتادم. داشت به مادرش نصیحت میکرد که جلو چشو ببینه پله‌ها نیفته. این بچه موقعی که پانسمان میکردن پای مادرشو تیغ میزدن که پانسمان، این بچه شاهد بود. یعنی ما بچه‌های کوچیکی داشتیم، افشتو توی اوین افشتو بچه کوچیک داشتیم تو بن که این بچه‌ها رو ساعت نماز وا، چون من توی یه دوره توی بنده نمازخونه انداختن، نماز نمیخوندم، ساعت نماز بچه های کوچیک رو وادار میکردن 1 ساعت سکوت مطلق کنن. این بچه ها نمیفهمیدن، مثلا تو بغل مادراشون کز میکردن مینشستن. که من یه روز این بچه ها رو جمع کردم، اعتراض کردم، یکی بچه ها جمع کردم براشون یه دونه جعبه خالی میوه رو تناب بستم، این بچه ها رو دنبال این جعبه میکشوندم، اینا شروع کردن شلوغ کردن و شادی کردن که سر این من تنبیه شدم. مسئله دیگری که من مادری رو اونجا دیدم، مادری که هر روز روزی حدود 60 سالش بود، روزی 15 ضربه این جیره شلاق داشت. وقتی که میرفت بازجویی لبخند میزد، گفتم مادر من وقتی صدا میکنم بازجویی دیگه نمیتونم غذا بخورم، تو چجوری لبخند میزنی؟ گفت دخترم تو هم اگر فرزند تو ازت بخوان تو هم لبخند میزنی. من اگر یک روزی منو بازجویی نبرن، اون روز پسرمو گرفتن. هر وقت میزنم میگم پسرت کجاست؟ یعنی هنوز نگرفتنش. گفتم میتونی تحمل کنی؟ من گفت سعی میکنم. اومدم بغلش کنم کشید خودشو کنار، گفت دست به من نزن، من شونام همه جای زخمه. گفتم مادر درد شکنجه زود گذرد، آن چی که میماند درد ننگ است. این ننگیه که به جمهوری اسلامی میمونه. من امروز خوشحالم که این ننگو به جمهوری اسلامی جهان داره اعلام میکنه. من مادری که 2 سال پیش فوت کرد، این مادر الان در میان ما نیست، پسرش داریوش کایدپور فوت، داریوش کایدپور که سال 67 اعدام شد، متاسفانه هیچ کس نیست که عکسش الان بیرون هست، من گذاشتم. من به این مادر قول دادم که یک روزی که جایی قرار گرفتم دادگاهی که بتونم فقط اسم بچه تو رو بیارم، داریوش کایدپور از بچه های مارکسیست مسجد سلیمان بود که به طرز فجیع اینو شکنجه کردن و 67 اعدام شد. Would you work today, Sandra?
بله من کاملا حاضرم تو برای من اروپا زندگی میکنم، برای خودم شخصا خطری نخواهد بود. من نمیدونم برای چه اتفاق برای خانواده های ما خواهد افتاد. من میخوام که امنستی که در واقع تضمین کنن که این خانواده ها به هر حال اونا تا حالا چند سال این رنج رو با ما کشیدن. من خب خانواده پدر من به خاطر اینکه مرد فقط به خاطر اینکه نمیتونست پدر 18 روز فقط به خاطر که به جرم مشکوک به جرم بهای به دین بهائیت بود 18 روز توی انفرادیای گوهردشت این پیرمرد رو نگه داشتن. این سری مرد بعد از که اون از زندان بیرون مرد. فقط بهش گفتن که چرا نماز نمیخونی؟ گفت من دخترم زندانه، من نمیتونم جلوی شما دلار راست بشم. به خاطر این 18 روز توی زندان بود. من در هر زمینه حاضرم همکاری کنم برای محکوم کردن جمهوری اسلامی. من فقط مثلا دفاع از خودم یاد گذشتم نیست، بیشتر مثلا بچه های زندانی جوانایی هستن که وقتی نگاهشون میکنم عکساشون میبینم سنای خودم بودن. این من حاضرم در این زمینه محکوم کردن جمهوری اسلامی، نه تنها جمهوری، تمام جنایتکاران که تمام سیستم های فاشیستی محکومن و هر کاری که بتونم انجام میدم. اولین دادگاهیه که من دارم اینجا شرکت میکنم و متاسفم که بعد از 20 سال از اون ماجرا گذشته از من خواسته شده که بیام تو دادگاه شهادت بدم. شاید اگر چند سال پیش این دادگاه تشکیل میشد از خیلی از جنایت از خیلی ادامه‌ای که صورت گرفت بعد از اون میتونست جلوگیری بشه. من فکر میکنم فقط خطر برای خانواده من نیست، برای همه خانواده هایی که این چند روز بچه هایی که شهادت دادن وجود خواهد داشت. بیننده برنامه خاوران هستین، امیدوارم که تونستی باشین شهادت تهمینه گشتاسپی رو نگاه کنید. خود تهمینه الان شاهد کسی هستش که تو زندان هم اوین بوده هم کمیته مشترک و میبینیم که فقط تهمینه و کسانی که شهادت دادن فقط کسانی از هزاران هزاران شاکی کله جمهوری اسلامی هستش. فقط ما تونستیم 70 تا 80 نفر شهادت بدیم و به همین دلیل ما نخواهیم گذاشت که زندان اوین اگر هم به پارک تبدیل بشه، ما شاکیان جمهوری اسلامی نخواهیم گذاشت که این جنایت ها به فراموشی سپرده بشه. با این برنامه تماس بگیرین و بیاین صحبت بکنین و نظرتون رو در مورد این برنامه بگین. و همچنان در برنامه های قبلی هم که گفتم ما ایران ترمینال تصمیم داره که یه زندگی نامی از مادران و پدران درست کنه به خاطر به پاس تمام زحمت هایی که این سالها در کنار فرزندانشون بودن و مبارزه کردن. در رابطه با همینم با برنامه تماس بگیرید. با تشکر از شما که همراه ما بودین در این برنامه، آرزوی روزهای خیلی خوب و خوشی رو براتون دارم تا برنامه آینده.